نشنیدم مهدی جان، یه بار دیگه بگو. الان احاطه کردن رو قبر نازنین نشسته بودیم اونجا بعد از نماز صبح روز آخرمون بهشون ردا میکردیم. اخوی شهید غلام علی رجبی کنار زریح داشت میخوند و دعا میکرد. ما یه لحظه دیدیم که یه سر و صدای عجیبی بلند شد، چیزی که به چشم خودم دیدم. دیدیم که یه سر و صدای عجیبی از قسمت خانما بلند شد. بی اختیار همه بلند شدن ببینن که چه خبر. دیدیم یه خانومی فوری تا ما رو دید، این دختر بچه 3-4 سالش رو داد بغل ما. ما نشوندیمش اونجا و رفقامی که با همون بودن دورش رو گرفتن، نذاشتن کسی آسیب برسونه به این دختر. بعد دیدیم که نیم ساعت سرو به این دختر رو مواظبت کردیم، خلوت شد. دیدیم که اینا مادر، خاله ها، عمه ها، مادر بزرگ از شیراز بلند شدن اومدن اینجا. همه از شیراز اومده بودن. گفتن همه اومدیم به این نیت که این دخترمون فقط اینجا شفا پیدا کنه. چی بود؟ نصف بدنش فلج بود. مادرش میگه که 3 تا نخ بسته بودم. من ساده دیگه، ساده. 3 تا نخ بسته بودم از دستش به زری. بعد دیدم نخ اول، دوم، سوم پاره شد، دخترم بلند شد. دخترم بلند شد که بریم. دختر 3-4 سال. اینا رفتن، یه عالمی بود، یه عالمی بود، خدا شاهد حاج سنما، یه عالمی بود. ما چه وضعیتی داشتیم. برگشتم تو حرم یه نگاهی کردم به زنی. حالا که اینطوری شدی مصرع بعدش نوش جونت. سنگ های این خرابه،
سنگ غسلش می شود. یک علی باید دوباره غسل یک